پیشاپیش از بیان برخی مطالب و مفاهیم در این برنامه از محضر شما بینندگان محترم عذرخواهی میکنیم. موارد این پروژه معمولا با رعایت مسائل امنیتی به صورت خیلی دقیق و فنی انجام میگیره. میخوان کاری کنن که گردانندگان و اعضا و کاربرای این سایت قابل شناسایی نباشن. اگر احساس میکردم که کوچکترین امکانی هست که بتونیم ما شناسایی بشیم از دبی وارد ایران نمیشدم. استفاده از اینترنت در میان انواع رسانه‌های مدرن با سرعتی روزافزون رو به گسترش است. ظرفیت‌های متنوع و فراوان این رسانه به خصوص تعاملی بودن آن باعث شده اینترنت به آسانی به خصوصی‌ترین زوایای زندگی انسان راه یابد. در واقع ویژگی‌های اینترنت این رسانه را برای تحقق هر هدفی به ابزار جذاب، قدرتمند و سریع الوصول تبدیل کرده است. دلیلش واضحه، برای اینکه تمام اقشار جامعه به راحتی میتونن از اینترنت استفاده کنن. محدودیت سنی نداره، محدودیت جغرافیایی نداره، محدودیت ساعت نداره. هر کس تو هر ساعت شبانه روز دلش خواست میتونه بره از اینترنت استفاده کنه. ارتباط دو سویه میتونه برقرار کنه با وبسایت و هیچ نظارت خاصی هم نمیشه روش کرد و خیلی گسترده. اینترنت صدا نداره. بچه میتونه نصف شب پاشه بره کامپیوترش رو روشن بکنه، بره وسیله اینترنت. پدر مادر نمیتونن بفهمن کجا رفته. آیا تا به حال هنگام استفاده از اینترنت به سایت ها و وبلاگ های غیر اخلاقی برخورد کرده اید؟ پاسخ بیش از 95% کاربران اینترنت به این سوال مثبت است. نحوه مواجهه با این صفحات ضد اخلاقی البته مسئله شخصی است، اما تأمل در یک سوال شاید ضروری باشد. افزایش پرشتاب سایت های ضد اخلاقی و هرزنگاری مسئله عادی است یا جریانی برنامه‌ریزی شده؟ من ساکن کانادا هستم و شغلم هستش برنامه‌نویسی و طراحی به شرکتی داشتم، شرکت هاست بودش به اسم بر، که بعدم انتقال دادم کلیه امتیازات شرکت رو به شرکت ایران. خودم تو بخش فنی اونجا شروع به کار کردم. ساکن دبی، متولد تهران، متأهل، 27 ساله، مدیریت سایت را بر عهده داشتم. اسم مستعار اینترنتی آریا دانشکار هستم و سایت های مستحجن، ضد نظام و ضد دین 38 تا داشتم مجموعا در اینترنت. از سال 82 فعالیت خودم رو در بخش سایت ها و وبلاگ مستحجن و مستحجن نویسی با وبلاگ که در سرویس دهنده میزبانی شده شروع کردم. اسم مستعار من سپیده کیانی بودش که من خودم به اسم یه دختری معرفی میکردم که در استرالیا هستش. یه سری آیدی دختر داشتم، با اینا میرفتیم. دخترهایی که به سایت مراجعه میکردن یا دخترهای دیگه که تو اینترنت پیدا میکردم، از اونا عکسای خصوصیشون رو میگرفتم یا شماره تلفن میگرفتم ازشون و بعدن با آیدی پسر به نوعی ازشون باج‌خواهی اینترنتی میکردم. یکی از روشایی که ما برای تولید تصاویر مستحجن و هرزنگاری استفاده میکردیم برای بعضی از تصاویرمون این بود که میمدیم وبکم افراد هک میکردیم. خیلی از بسیدامون مثلا جدای مستحجن یا جدایی که برمود به حریم خصوصی بود ما اینجوری درمی آوردیم، تو سایت قرار میدادیم. افرادی که با تعدادی از آنها آشنایی مختصری پیدا کردید بخش کوچکی از مدیران و فعالان جریان سازمان یافته ترویج هرزنگاری به زبان فارسی در اینترنت هستند. بار دیگر از پخش برخی مسائل از زبان این افراد از شما عذرخواهی میکنیم، اما برای درک عمق انحرافات این جریان چاره‌ای جز بازگویی بخش بسیار کوچکی از این انحرافات وجود ندارد. حدود 4 ساله که وارد دنیای اینترنت شدم و در طول این 4 سال تونستم 50 سایت رو اندازی کنم که دارای محتوای غیر اخلاقی هستند. در نهایت هم منجر شد که من خودم یه تقریبا تعدادی عکسام خودم گرفتم از اعضای بالا خانواده و نزدیکان اقوام گذاشتم توی سایتم. با اسم مستعار مهیار فعالیت اینترنتی داشتم. من با این سایت ها از طریق درج داستان های غیر اخلاقی همکاری داشتم. سوژه آخرین داستانی هم که نوشتم سوژه یعنی من و مهیار و
و برای اینکه کاربران ترغیب و تشویق بشن که مطالب خودشونو در سایت قرار بدن، ما داستان تو در حدود 35 صفحه در سایت قرار دادیم. باعث شد که من آنچنان به مرحله بیفتم و آنچنان ارتباطی با اون پیدا کنم که اول خودم باهاش یه ارتباط داشتم، اونطور بعد ارتباط ما انقدر نزدیکتر شد و من به وقتی فسادی افتادم که اون رو به خصوصی ترین قسمت زندگیم راه دادم و در نهایت عمل خیلی زشتی کردم. اجازه بدم ابتلا به این انحرافات عمیق و باور نکردنی و خو گرفتن با آنها دفعی و ناگهانی نیست. مروجان سازمان یافته این انحرافات در اینترنت برای رساندن کاربر به این نقطه از تاکتیک های مختلف استفاده می کنند که ماهیت مشترک آنها قبض زدایی و عادی سازی این گونه مطالب و تصاویر است. به صورت شبانه‌روزی از طریق سایت ایرانی و خارجی از جمله .com و دیگر سایت های اینترنتی که به سادگی قابل دسترس بودن جمع‌آوری میکردم و گاهی اوقات هم داستانا رو خودم مینوشتم، طوری مینوشتم که این نوع رابطه جنسی رو زیبا جلوه بدم، تا جایی که یه روز یکی از کاربرا با من تماس گرفت و یک کلیپ برام فرستاد که اون کلیپ از مدت که از اینا خون معتاد میشه، این مدت که اکثر متعشندید معتاد میشه به اینا، هر روز میاد سر میزنه به این سایت ها و وقتی که این مسئولین سایت ببینن که کاربرا جذب شدن و معتاد شدن و هر روز دارن سر میزنن، کم کم این حد و این خوب کارشون رو تا جایی میبرن که حتی موارد خلاف شرع و مستحجن ارتباطی نامشروعی خانواده و محارم رو پیش میگشتن بزار خانشون. فعالیت شبکه جهانی ترویج فساد در اینترنت کاملا حساب شده است. تحقیقات نشان می‌دهد جذب تدریجی و مشارکت فعال دو روش عمده‌ای است که برنامه‌ریزان شبکه‌های ترویج فساد در اینترنت مورد استفاده قرار می‌دهند تا کاربران بیشتری را جذب و فعال کنند. اول به عنوان کاربر وارد این سایت شدم و محور اخلاقی جوری بودش که با اعضا زیاد گرم می‌گرفتم و باهاشون باب شوخی و سرگرمی رو باز می‌کردم و زیاد باشون حرف می زدم، خیلی از اعضا دور من جمع شده بودن، به خاطر من خیلی توی سایت می اومدن و می رفتن. وقتی که تصمیم گرفتم سایت رو ترک کنم، از طرف ادمین سایت پیشنهاد مدیریت به من داده شد تا اونجا موندگار بشم، به خاطر همین منم پذیرفتم. هدف ما مدیران جذب مخاطب و کاربران جدید برای دریافت اکسل مستعجن و غیرگینی از کاربران بود که از این طریق هر کاربر خودش میتونست در انجمن و در سایت به صورت مستقل و به عنوان یک نویسنده فعالیت بکنه و عکس‌ها و مطالب مستعجن قرار بده. برای اینکه بتونن همه نوع کاربری رو در کنار همدیگه جمع بکنن و بتونن کاربران رو بعد از ورود به بخش‌های غیر مستعجن بخش‌های مستعجن راهنمایی بکنن، طبیعتاً بخش‌های غیر مستعجن رو دارن. برای اینکه اعضا به خاطر رفع این نیازشون به سایت‌های دیگه نرن، مثلا برای خوندن یه قطعه شعر به یه سایت دیگه نرن و جذب اون سایت بشن، اول اینجوری اعضا رو جذب میکنن، بعد اعضا در کنار سایت قسمت های غیر مستحجن به قسمت های مستحجن هم راهنمایی میشن، کم کم کنجکاویشون باعث میشه که تو اون قسمت ها هم فعالیت کنن، کلیک کنن، عکس ببینن، فیلم تماشا کنن، خاطرات بخونن و کم کم تو اون قسمت ها خودشون هم شروع به فعالیت کنن. مارک لاسر که مدت‌ها درباره شبکه‌های اینترنتی ترویج فساد در آمریکا مطالعه و تحقیق کرده است، اخیراً پس از سال‌ها پژوهش اعلام کرد 85% تولید هرزه‌نگاری در اینترنت به صورت کاملاً سازمان یافته و مدیریت شده صورت می‌گیرد. این فعالیت مدیریت شده و سازمان یافته باعث شده متوسط سن کودکانی که در مراجعه به اینترنت با سایت‌های ضد اخلاقی روبرو می‌شوند به 7 سال کاهش یابد. نحوه انتخاب مدیریت این سایت ها قابل تأمل است. مدیر کل بودیم، 4 تامون بر تمام سایت احاطه داشتیم به عنوان اینکه بتونیم حذف و ادیت کنیم و یا بن کنیم، کسی رو تخصصی نبود. 4 تامون در 4 تا مدیر در تمام سایت مدیریت داشتیم. یکی از آشنایان من بود، بچه محل ما بود، دوست من بود که من معرفی کردم
ایشون اومد تو سایت ما عضو شد، فعالیتش بالا بود و در این حال شخصی بود که آدمین سایت انتخابش کرد. سوال میشد از مدیرهای قبلی که مدیر بعدی کی باشه که مورد وثوق باشه، کسی از خارج وارد ما نشه. از بالا به پایین بود، یه رابطه به صلاح یک چارچوب اساسی داشتیم، قوانین داشتیم ما تو سایت. بعد توی تالار مدیران یک بخشی داشتیم به نام قوانین مدیران، ما یک خط مشی کلی داشتیم در رابطه با فعالیتمون. مدیران دوم بهروز از دبی بود که فیلم و عکس و اینا قرار میداد. احمد بود از شمال کشور که در بخش فعال بود. حمید بچه محل ما بود که در زمین عکس خیلی فعال بود. اسم آرش در زمین دو جنسی ها، شخص دو جنسی و ترانس ها فعال بود. مدیریت کلان این شبکه های پنهان پیچیده و مترسی است. همه مدیران این شبکه ها با اسم مستعار فعالیت می کنند و تعداد بسیار کمی از آنها از ماهیت واقعی یکدیگر با خبرند. آبشخور و سرچشمه اصلی تشکیلات نیز موضوعی کاملا محرمانه است. سایت ها هیچ کدومشون بدون برنامه طراحی نشدن. برای اینکه چه لزومی داره که من مریم مثلا نشستم پشت کامپیوترم توی چت دارم دنبال آدرس یه سایت سرگرمی میگردم بیان آدرس سایت به من بده و بعد یکی از مدیرانش دست منو بگیره دونه دونه ببره پله پله سایتو به من معرفی کنه، طریقه عضویتش رو به من یاد بده. خشم شد برای این سایت وقتی می نشستم فکر کردم وقتی که تبلیغات نمیگیره پس حتما از یک جای آبشخوری داشت، حتما از یک جای خطفهی داشت. نمیخوام باز بسر به کلیشه برسیم، اما میدونم که اینو اعتقاد دارم که از پشت دستهای آدمینها رو میجنبود و حرکت میداخت و فعال میکرد. بعد از این که من تصمیم گرفتم از اون سایت برم، به من یه سایت رو هدیه دادن که اعضا رو اونجا دور همدیگه جمع کردن. من اولش متوجه نمی شدم، ولی وقتی که این سایت پیش رفت و شروع به کار کرد متوجه شدم. چرا؟ چون تمام اعضایی که تو اون سایت بودن از سایت اومده بودن، پس این طراحی این سایت برنامه ریزی شده بوده که اعضایی که از اون سایت ها خسته شدن، دل زده شدن یا مشکلی برشون پیش اومده، تو جایی به اسم که مدیرش هم مریم و محبوبه جمع بشن برای روز مبادا اینجا باشن تا از هم گسیخته نشه این تشکیلاتی که اینا به هم زدن. برنامه‌ریزان اصلی تشکیلات ترویج فساد سازمانی یافته در شبکه جهانی اینترنت به انهای مختلف این سایت ها را حمایت می کنند. این مراکز تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا نام و نشانی حقیقی آنها آشکار و شناخته نشود. اما ردپا و نشانه هایی وجود دارد که هویت و ماهیت آنان را به ذهن متبادر می سازد. یک سری شرکت های آمریکایی برای اینکه حمایت از ما بکنند، حمایت از یک سایت مستعجن، سایت غیر دینی و غیر اخلاقی ایرانی بکنند، از جمله شرکت به صورت حمایت به ما تبلیغ میداد و هزینه تبلیغ و به عنوان یک درآمد، به عنوان یک روشی که ما تشویق به ادامه فعالیت بشیم، از طریق چک که ارسال میکنه از آمریکا به این طریق درآمد ما رو برامون ارسال میکردن. بعدی بود تو اینترنت به اسم مستعار آیا دانشگاه فعالیت میکرد. چندی بار به مدیران و راه‌اندازان مثل خود من ایمیل میزد، ایمیل زد و همیشه میگفت که من از سایت هایی که فعالیت ضد دینی و ضد مذهبی و مستهجن دارن حمایت میکنم. حمایت چند به صورت ارائه خاص مجانی بود. من برای کسایی که سایت های مستهجن داشتن مثل .com و یا سایت های مخالف جمهوری اسلامی را مثل سایت .com به اونها هاست فضای رایگان میدادن. روش دیگه هم که اتخاذ کردن کاهش قیمت ها و هزینه های ما بود که از این طریق هزینه های راه اندازی و مدیریت سایت های ما رو به میزان یک چهارم قیمت ایران کاهش دادن که به این طریق ما بتونیم ادامه فعالیت بدیم.